سلام، روز هفتم عید نوروزه دیگه. پسته و بادوم هندی و بادوم های آجیل خوردی و تخم ژاپنی ها موندن. فامیل اصلی رو رفید دیدنی، الان فقط فامیل های خیلی دور و درجه 8 موندن و سفراتون هم دیگه رفتی. تنها چیزی که تراوت و تازگیش رو حفظ کرده همین برنامه نیمه شب خودمون. یه خبری اومده که در کره شمالی حرف زدن در مورد وزن رهبر این کشور ممنوع شده. خیلی به نظرم حرکت پسندیه. چه آدم باشعوریه این آقای کیم جونگ اون. دمش گرم، واقعا ممنونم. حرف زدن در مورد وزن منم کاش ممنوع بشه. مثلا خوشم نمیاد کسی در مورد وزنم حرف بزنه. هر جا میری هی چاق شدی، چقدر شکمت اومده جلو. جمعش کن بابا، اول شکمت میاد بعد خودت میای. حرف نزنید اینقدر. میخوام یه صحبت کوتاهی بکنیم با آقای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، که لطف کردن تشریف آوردن به برنامه نیمه شب و مهمون ما شدن. سلام آقای اون، خیلی ممنون که تو این فرصت کوتاه خودتو از کره شمالی رسوندی به لوکیشن نیمه شب. سلام، خیلی خوشحالم که منو در برنامه مزخرف نیمه شب دعوت کردیم. قربون شما. چی شد که تصمیم گرفتید کسی در مورد وزن شما دیگه سر نداره صحبت کنه؟ چون معنی داره کسی در مورد وزن من صحبت کنه؟ الان شما در مورد وزن من صحبت کردی؟ نه، من سوال پرسیدم که چی شد که صحبت نکردم من. بعد شما وزن اصلا مشکل نداری، یه مقدار توپوری فقط. در عوض خودت خیلی چاقی. اینم جلوت گذاشتی که معلوم نشه، ولی بازم معلومه خیلی چاقی. میدم سگام بخورنت. بله، شما تصمیمات عجیب و غریب دیگه ای هم در گذشته گرفته بودید. مثلا گفتید که کسی حق نداره مدل موهاشو مثل مدل موی من بزنه. علتش چی بوده؟ الان مدل موی من قشنگه؟ راستشو بگم؟ بله. بذارم نه، خیلی مسخره است. خب منم همین رو میگم دیگه. آرایشگرم کلن آرایشگر بدیه. مدل موی بدی میزنه. منم گفتم هموطنام نزنن که زشت نشن. بذارم داری توضیح میکنی. حالا بریم سراغ مسئله بعدی. شما اعلام کرده بودی که در برای پدرتون اگر کسی سوگواری نصف نیمه بکنه یا از ته دل نباشه اعدامش میکنید. علتش چی؟ خب حقیقتا یا سوگواری نکنن یا اگه میکنن از ته دل بکنن. چیه مسخره بازی؟ پس 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 آن یعنی معتقدی که کامل؟ بله. بعد گفته بودید یه مدت که کسی نباید بخنده. نه، من گفتم اگه چیز خندداری هست بیاید بگید با هم بخندیم. آه، یعنی تو خلوت خودشون نباید میخندیدن. با بله. شما اشکال نداره. خیر. بعد شما 3 تا تولد داری داره؟ مگه شما چند تا داری؟ یه دونه دیگه، همه یه دونه. جشن تولد به این خوبی؟ تولد میگیری، جشن میگیری، کیک میزنی تو صورت بقیه. خب جشن تولد شما باشه که بقیه باید با کیک بزنن تو صورت شما. بقیه غلط میکنن. خیلی مسخره نیست به نظرتون قوانینتون؟ نه، خیلی منطقیه. به نظرم زیاده روی دارید میکنید یکم. خودت هم داری زیاد صحبت میکنی ها. میدم به موشک ببندنت بری هوا. اینا به عینک تو برمیداری؟ اینجا کره شمالی نیستا. باشه باشه برو بیرونه. اینجا نیمه شب، اینجا من رئیسم. خیلی ممنون از آقای اون. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی و همراه زیرنویس انگلیسی و عربی. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. تلویکا. و اما بشنوید از کشور برزیل که دارن با رئیس جمهورشون مثل حیوان رفتار میکنن. پارسال خبری اومد که رئیس جمهور برزیل رفته یه جا غذا بخوره، راش ندن انداختنش بیرون و غذا شدن دستش نشسته تو کوچه خورده و همه تعجب کردن که آقا این چه رفتاری با رئیس جمهور شده. اینا دوباره راش ندن، یه ما بعد تو استادیوم راش ندن این بار. بعدش هم رفت خونه زنش راش نداد. البته این دیگه ربطی به قضیه واکسن نداشت، ولی خب به هر حال. آقا از چی میترسی؟ چرا واکسن نمیزنی؟ واکسنتو بزنی، چه لجبازی میکنی؟ مثلا میترسی یه وقت کنترلت کنن یا میکروچیپ بهت بزنن، مثلا اطلاعات رو بردارن؟ با تو کسی هستی که اطلاعات مردم برزیل رو باید براش بفرستن. تو اصلا اون وره قضیه وایسادی. رئیس اتحادیه میوه و سبزی پارسال گفته بود که برای خرید نارنگی عجله نکنید. چشم.
یه ویدیوی ببینیم از یک دوز خوشزوق تهرانی با هم دیگه. چند بار سالا دستگیر شدی؟ تو کلوم برم زیاد بارم با 15-20 بار باشی که خوشم بیاد تو خیابون ببینم میارمش. خب فرمون مثل آب خوردن. خب پدال چی؟ خب پدال کشتی سرکاری اصلا تأثیری نداره. دزگیر مهم نیست. مردم چیکار کنن که نذاری ماشینشون رو ببری؟ یکی از اون کارها اینه دزگیر تصویری بدازن. دزگیر تصویری تو خونه هم ریموتش صداش در میاد. موقعی که من میام خط میکنم دزگیر رو ریموت خونه میفهمی. شما میتونی برسی خودت دم در. البته برسی هم دم در من رفتم و ولی خب حداقل میتونی ببینی ماشین داره میره. مرد حسابی اگر تو اینقدر حرفه‌ای هستی که در ویدیو داری وانمود میکنی، پس چرا 20 بار دیگه دستگیر شدی؟ منو از دور میتونید برام دست کن بدی؟ خب 20 بار گرفتنت. بهتره بگی که من هر ماشین رو بخوام هر موقع بخوام میدوزم، پلیس هم هر موقع اراده کنه منو دستگیر میکنه. دیگه اینقدر گندگویی نداره کسی که 20 بار دستگیر شده که. پارسال یک نفر رو به دلیل بلیت فروشی در بازی ایران و کره دستگیر کردن. خوشت میگه حالا چه ایرادی داره؟ بلیت فروختی بنده خدا گناه که نکرده. بازی بدون تماشاگر بوده، یعنی مشکلش این بوده که بازی بدون تماشاگر رو بلیت میفروخته. واقعا میگن طرف از بازی بدون تماشاگر کره میگیره، این دوستان هم این کارو کرده. یاد پسردائیم افتادم تو خط مادر بزرگم کلمن گذاشته بودیم شربت بدیم به مهمونا، دونه 500 تومن میفروخت، لیوان 500 تومن به حضار حاضر در خط. سال گذشته ویدیوی منتشر شد از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که خیلی سر و صدا به پا کرد. همون که به تصویب دولت رسید، پیشنهاد مشترک سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بود. نیروهایی که نیروهای شرکتی هستن چی؟ بعد من گفتم که آقا این چه واکنشیه، این چه رفتاری آخه؟ در حالی که اینا خیلی زود قضاوت کردن بازم. این بنده خدا یهو وسط مصاحبه یادش افتاد که زیر گازو خاموش نکرده. رفت اونو خاموش کنه. پارسال در یک عمل جراحی از شکم یک مردی در لیتوانی 1 کیلو پیچ و مهره در آوردن. حالا من اصلا با فرایند عمل و اینکه چجوری اون رفته اون تو و اینا هیچ کاری ندارم. ولی واقعا 1 کیلو پیچ و مهره چیزی نیست بابا. ما خودم اینجا هر هفته پزشکانی رو داشتیم که چندین کیلو مواد مختلف از تو شکم بیمار در می آوردن، تازه پخش زنده هم داشت، مخصوص کودکان هم بود. ببینیم با هم تصاویرشو. سلام، کیم جونگ اون هستم. من موبایل، لپتاپ و تمام وسایل دیجیتال خودم رو از ایسام میگیرم، چون دست دومه و ضرر خودشو داده و برای ما به صرف است. به شما هم دستور میدم تا از این به بعد از ایسام استفاده کنید، وگرنه باهاتون برخورد قاطع میشه. یکی از هوادارهای بارسا اومده دستمال اشکی مسی رو گذاشته برای فروش. قیمت دایرکت 1 میلیون دلار. 1 میلیون دلار دستمال اشکی مسی رو میخرن؟ شاید اشکای منم همه قبل بیارزه. بذار به یه چیزی گریدار فکر کنم. دنیای بدون گلزار. نه برای مهم نیستم. سینمایی بدون شاه حسینی. دنیای بدون خودم. اینو کسی میتونه بچه ها اینو میتونید بذارید برای فروش؟ آقا اینو 500 هزار تومان بفروشید. هر کی اینو 500 هزار بفروشه 5 میلیون بهش میده. در پایان ویدیو ببینیم از واکنش سخنگوی مسی که به ما میگه بعد از شنیدن این خبر برای مسی چه اتفاقی افتاده. مسی مرده. مسی فوت شده. در لیگ سودان یه بازیکن بهترین بازیکن زمین شده. معمولا بعد از هر بازی به بهترین بازیکن زمین یک جایزه میدن، یه موبایلی میدن، یه تبلتی میدن، یه کامپیوتری میدن، یه توپی میدن، یه چیزی بهش جایزه میدن. حالا حدس بزنید به این آقا چی جایزه دادن. قیافه‌شو اول ببینید
و بعد حدس بزنید که بهش چی جایزه دادن. بهش روغن موتور جایزه دادن. چرا باید بازیکن بعد از بازی روغن موتور جایزه بده؟ منم سرگشته حیرانت ای دوست. خب این قسمت نیمه شب هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید. دوستان یادتون نره ما فقط و فقط برای شادی شما برنامه رو میسازیم و بحث مالیش هم برای اون مهمه، یعنی یه ترکیبی از این دو 50-50 تقریبا. حالا 50-50 هم که نه، یه ذره بیشتر بیچاره به سمت این بر. ولی شادی شما واقعا برای ما مهمه. شاد باشید. در پایان میخوام ازتون دعوت کنم ویدیویی ببینید از یک فیل که برای خاروندن خودش یک درخت رو میکنه. خدا نگهدار.